سوم نوامبر 47 برابر با دوشنبه 11 آبان ماه 1326. یا حق، کاغذ هایی که در ژنو و پاریس نوشته بودید رسید. بالاخره نفهمیدم که دوربین عکاسی را فروختید یا نه. گمان میکنم اگر در همان جا بتوانید از موجودی قرض بکنید بهتر است. بعد از مراجعت ممکن است اقدام بکنید و قرضش را پس بدهید. هفته قبل جرجانی را ملاقات کردم. خیلی حالش خراب بود، بیش از آنچه که تصور بکنید. چون برای رفتن به تبریز از قراردادی تبدیل به رسمی می شود و در این صورت فرق فاحشی در حقوقش می کند، به طوری که برای زندگی تنهای خودش هم در تبریز کفاف نمی دهد. چه برسد که مخارج زن و بچهش را هم بدهد. همین بلاییست که سر من هم آمد و از این ماه 100 تومان از حقوقم کسر شد، چون که دلشان به حال من سوخته بود و میخواستن سر پیری به من تقاعد بدهند و 7-8 سال از سابقه خدمتم هم مالیده شد. چون در بانک ملی کار کردم که مؤسسه ملی است، به اضافه از ادارات دولتی استعفا کرده بودم و به هند رفته بودم. جرجانی را دیگر ندیدم، ولی نمیدانم کارش چه شده، چون به این ترتیب نمیتوانست حرکت بکند. آمدن خانلری و دکترهای دیگر گویا به علت عرض موقوف شد، چون روز قبل دکتر شاهکار را در کافه دیدم. از دوندگی های شما و مسافرت های خودش صحبت کرد. از قراری که نوشته بودید حالا باید در مریض خانه باشید. امید است که عمل به خوبی انجام گرفته. خوب بود زودتر به فکر می افتادید و کلک بینی را هم می کندید. لابد مخارجش کمرشکن است. روحانی هم مدتی است که آمده، ولیکن هنوز او را ندیدم. سلام و تعارف برایش فرستادم. چندی است که از دیدن هر کس احتراز میکنم، کمتر هم به کافه میروم. فایده اش چیست؟ از جمالزاده نوشته بودید عطایش را به لقایش بخشیدم. هیچ جور کمکی لازم ندارم. از همه چیز من گذشته به حرفهای او هم معتقد نیستم. میدانم چند مرد حلاج است. گربن میگفت که لسکو به قاهره رفته، مأموریت گرفته. من بالاخره جواب کاغذش را ندادم. در اینجا زمزمه خطر وبا هم هست. اگر اینجا بیاید کلک پایتخت شاهنشاهی کنده است. با آن آب و کثافت شایسته ترین مرگی برای این موجودات گوهالود است. از افتخارات و خبرهای داخلی و خارجی هیچ اطلاعی ندارم. من نمیخواهم داشته باشم. از حکایت خانوم فخرالدوله خیلی تعجب کردم. اگر من جای مدیر مرد امروز بودم، سلام و تعارف برایشان می فرستادم و می گفتم خانوم ببخشید، به کار خودتان آنقدر ننازید، چون در شهر نو صدها زن دیگر هستند که خیلی بیشتر از شما کار کردند و دارایی آنها به 1000 روم در آمد روزنامه شما نمی رسد. خداوند بر آیدی این ضعیفه محترمه پیز سارت بیفزاید. مدیر مرد امروز از بس فوش به قوام داد روزنامهش توقیف شد. حالا متواری است و آخرین شماره روزنامهش را در قم چاپ کرده بود و مجانن در تهران توزیع کرده بود.
او هم معلوم می شود دلش خوش است. دکتر حکمت را به تازگی ندیدم. موضوع عمل جراحی را برایش گفته بودم. کمی وا رفت، اما گمان می کنم درسش را مرتب می دهد. کتاب دیوار چین نرسید. از قول من به خانومتان و به هویداها سلام برسانید. یا حق صادق هدایت. دهم نوامبر 47 برابر با دوشنبه 18 آبان ماه 1326. یا حق، در این هفته کاغذی نرسید. گویا علتش عمل لوزتین بوده. امید است که به خوبی برگزار شده باشد. به طوری که نوشته بودید 16 این ماه یا 24 آبان ماه حرکت خواهید کرد. در این صورت هفته دیگر در تهران خواهید بود. هفته قبل جرجانی را دیدم. از قراری که اظهار می کرد کارش بر وقف مرام درست شده بود، یعنی وضع حقوقش، و بالاخره در ماه 1300 تومان به او می پردازند. خودش چند روز پیش به تبریز حرکت کرد. مادر و عیالش در تهران هستند و کتاب‌های شما هم به امانت نزد آنهاست. کارت تشکری از دکتر بونشوفر رسید. دادم ترجمه کردند. بسیار اظهار تعجب کرده بود و نوشته بود من مریض ایرانی زیاد دیدم، اما نمی‌دانم کدام یک از آنها این نظر لطف را به من داشته است. از اوضاع اینجا خواسته باشید نمیتوانم چیز زیادی بنویسم، چون خودم هیچ اطلاع ندارم. البته به حد کافی ایرانی های پاریس در جریان هستند. گهکاری ادامه دارد. همه راضی هستند و زندگی هم میکنند. گویا اصل کار هم همین است. حالا کمی بهتر یا بدتر اهمیتی ندارد. دیروز من اصلا از توی رخت خواب بیرون نیامدم. شب قدری دور کوچه ها پرسه زدم. بد نیست که گاهی آدم شرایط رسمی و مأموری زندگی را به هم بزند. موضوع خطر وبا گمان نمی کنم که جدی باشد. در اینجا شهرت پیدا کرد که در بنادر جنوب یکی دو مورد دیده شده است. اما زدن سرم صلاح نیست، اگر اجباری نباشد، چون ممکن است که در خاک سوریه یا عراق تقاضا بکنند. گرانی زندگی و اشکال پیدا کردن منزل به قوت خود باقی است. حالا خودتان از نزدیک وضعیت را مطالعه خواهید کرد. از قول من به خانومتان و هویداها سلام برسانید. قربانت صادق هدایت.
سوم می 48 برابر با دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 1327. یا حق، از روزی که پرواز کردید تا کنون فقط یک کاغذ که در کمپر قلمی فرموده بودید واصل شد که حاوی شرح ماجرای راه و انداختن طرح دوستی با متخصص ضد نژاد بود، به اضافه اسناد و مدارک قضایی بسیار دقیق که اطفال بیگناهتان را مجبور کرده بودید راجع به رسید چند قرص شکلات بدهند. این اسناد خیلی جالب بود، مخصوصاً ترقیات روزافزون تیتی خانوم در السنه خارج پرستی به خوبی دیده می شد. گمان می کنم خیلی جالب تر می شد اگر آنها را در انتخاب موضوع آزاد می گذاشتید، یعنی اگر مشاهدات خودشان را می نوشتند. نقاشی بهروز خیلی بامزه بود و منزل کمپر را به خوبی در جلوی من مجسم کرد با تمام جزئیاتش. فقط به تناسب بنای خانه گمان میکنم لانه سگ قدری اغراق‌آمیز بود و در توضیح اجزای خانه درخت‌ها به عنوان درخت نوئل معرفی شده بودند. باری از جانب من روی آنها را ببوسید و مخصوصاً به خانومتان خیلی سلام برسانید. از اوضاع تبعیدگاه ما خواسته باشید مطلب قابل عرض نیست، مگر تشنج دانشگاه و کشمکش با آخوندها. لابد در روزنامه ها خواهید خواند و برایتان نوشتند که در مجلس یکی دو نماینده آخوند حمله شدیدی به دکتر سیاسی کردند، به طوری که مجبور شد از وزارت استعفا بدهد. مخالفت آخوندها با تمام دستگاه دانشگاه و مخصوصاً با دانشکده حقوق است که می‌خواهند آنجا را مرکز تبلیغات اسلامی بکنند و با وجود اعتراض شدید دانشجویان هنوز دست بر نداشتند. آخوندها دکتر سیاسی را تکفیر کردند و گویا این رجال بازی‌ها علاوه بر آخوندها زیر سر شاه و سیاست و خیلی مطالب دیگری است که خودتان حدس میزنید، مثل مخالفت خالصی زاده و شادمان و تقی زاده. گمان میکنم دست بردار هم نخواهند بود، ما فقط به عنوان ناظر بی‌طرف میتوانیم شاهد قضایا باشیم. دیشب ذبیح را در کافه دیدم، گویا برای فرستادن کتابها به اشکال برخورده، چون می‌خواهند گمرک زیادی از او بگیرند و احتیاج به تصدیقی از وزارت خارجه دارد. ظاهراً مشغول اقدام است و من به او توصیه کردم برای تسهیل کار به دکتر هدایتی رجوع بکند. هویده ها چه می کنند؟ اخیراً فریدون هویدا کاغذی برایم فرستاد که شرح زندگی ادبی پاریس را مفصلاً برایم شرح داده است. باید کتاب هایی که فرستاده بخوانم تا بعد جوابش را بدهم. اخیراً اعلان کتابی را دیدم، اگر ممکن شد برایم بفرستید. ماروس واگنر واقع در کوچه گوژون. همچنین اگر مقداری سرچسب یا برچسب پست هوایی در لای پاکت بفرستید خیلی متشکر می شوم.
چون ذبیح گفت امروز موقع فرستادن کاغذ است، به این مختصر قناعت شد. از قول من به هویداها سلام برسانید. قربانت صادق هدایت. بیست و دوم می 48 برابر با یکم خرداد ماه 1327. یا حق، کاغذ اخیرتان رسید. پیداست که سخت مشغول خدمت به میهن عزیز شده اید و ضمناً زیر تأثیر منشآت جمالزاده قرار گرفته اید. راستی من هنوز جوابش را ندادم، هیچ حوصله‌اش را ندارم. میترسم یک مرتبه کاغذ پیچ بشوم. لذتی در این کار نمیبینم. از اوضاع و احوال اینجا خواسته باشید، به همان کثافت سابق میگذرد. دیشب با دکتر بقایی بودم، گفته بود که کاغذی از شما داشته است. خانلری را هم گاه گداری میبینم، با دوربین دانشگاه مشغول پوز دادن و عکس برداری است. گویا استعداد طبیعی خودش را گم کرده بوده، بایستی عکاس شده باشد، ولی که از جرجانی هیچ خبری ندارم. از اخبار قابل توجه این که یکی دو هفته است نمیدانم با اشاره مقامات صلاحیت دار و یا ابتکار شخصی است که آقای صبحی با تمام وقاحت جبلی و دریدگی بی سابقه ای مشغول تبلیغات ضد حقیر شده است. پهلوی هر کس می نشیند از خیانت به آزادی خواهی و بی سوادی و مخصوصا انحطاط اخلاقی من درفشانی می کند و به طور خلاصه دشمن نمره یک میهنش را پیدا کرده است و حتی قدمی فراتر گذاشته، برای من پیش آخوندها مایه گرفته. ضمناً بدون اجازه من قسمت‌هایی از مقدمه رباعیات خیام را در رادیو داده است بخوانند. البته از سابقه شکراب اطلاع دارید. لابد منتظر بوده من بروم و به دست و پایش بیفتم. حیبش اینجاست که من حوصله ندارم با او همدهن بشوم. اگر مطالب بسیار از دزدی و کثافتکاری های او دارم که بگویم. البته به این وسیله خودش را دارد معرفی می کند. موجودی است مال میهنش، کسی که 10 سال به پول عبدالبها ملق زده و آنطور نمک به حرامی کرد. جای تعجب نیست بعد از آن که من او را توی رادیو چپاندم، قصه بهش دادم و کتابش را تصحیح کردم و پامنبری اورنگ و شریعت سنگلجی را به چند نفر معرفی کردم، حالا خودش را گم کرده و یک پا مدعی خودمان بشود. قیاور است، اما از اتفاقات بسیار معمولی اینجاست. دیشب ذبیح را در کافه دیدم. گویا مسافرتی به هندوستان برایش پیش آمده است. از جزئیات خبر ندارم. قرار است که در هفته آینده چند روزی به مازندران برویم با خانلری و قائمیان و زهری و دیگر نمی دانم.
مدتی است این تصمیم را گرفته بودم. پی به تعویق می افتد و اشخاص داوطلب عوض می شود. شاید اصلا مسافرت سر نگیرد. راجب بهروزنامه هنوز نمی توانم قول بدهم که می توانم آن را به دست بیاورم یا نه. او یا راه دستش نیست. نیکیتین را از مقالاتی که راجب کردها نوشته می شناسم. در پاریس چه می کند؟ من چیزی ندارم که برایش بفرستم. کتاب هایی که نوشته بودید هنوز نرسیده است. دیگر مثل این است که معلوماتم به ته کشید. یا حق صادق هدایت. بعد و تحریر عکس مرحمتی را به مادمازل کمپروت دادم. بسیار خوشبخت شد و گفت پیشکشی بهتر از این برای او غیر ممکن بوده. ضمناً تشخیص داد که قیافه آن بزرگوار، مخصوصاً دماغ و چشمش، بسیار با قیافه سرکار قرابت دارد و آدرستان را از من گرفت که شخصاً تشکر بکند. قربانت صادق هدایت.